بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور سروران گرامی اساتید معزز، خانها و آقایان محترم هستیم با غزلی دیگر از غزلیات حضرت مولانا، غزل شماره 326. حالت ده و حیرت ده، حالت ده و حیرت ده، ای مبدع بی حالت. حالت ده و حیرت ده، ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای صانع بی آلت. صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون، فریاد کنان پیشت که مبتی بی حاجت. انگشتری حاجت مهریست سلیمانی، رهن است به پیش تو، از دست مده صحبت. بگذشت مه توبه، آمد به جهان ماهی، کو بشکند و سوزد صد توبه به یک ساعت. ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو، وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیت. ما لنگ شدیم اینجا، بربند در خانه، چرنده و پرنده لنگند در این حضرت. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی، هم دعوت پیغمبر، هم دهدلی امت. از نیست برآوردی ما را جگری تشنه، بردوخته ای ما را بر چشمه این دولت. خارم ز تو گل گشته، و اجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت، هم آخر ما رحمت. در خار ببین گل را، بیرون همه کس بیند. در جزء ببین کل را، این باشد و اهلیت. در غوره ببین می را، در نیست ببین شی را، ای یوسف در چه، بین شاهنشهی و ملکت. خاری که ندارد گل در سطر چمن ناید، خاکی ز کجا یابد بی روح سر و سبلت. کف می زن و زین می دان تو منشأ هر بانگی، کاین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. خامش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد، از غیب برون جسته خوبان جهت دعوت. می فرماید حالت ده و حیرت ده، ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای صانع بی آلت. به دو مورد در ابتدای غزل اشاره می فرماید مولانا، یکی حالت، همان حال، حال عاشقانه و آن حوالهی که برای انسان است، و حالت به طور کلی از حول میاد، از حوله که میشه حال یهود. و حال یعنی چیزی که میگردد، چیزی مانند سال. حول به معنای سال است، آنچه که در ابتدای
سال میگوییم یا مقلب القلوب و الابصار و یا محبل الحول و الاحوال، همان است. حول به معنای سال است و احوال هم جمع همان سال هاست. اما حول بعدا به شکل حال در آمده است که جمعش می شود احوال، یعنی حالات انسان. همچنان که سال می گردد و سالی به سال دیگر تحویل می شود و از حالتی به حالت دیگر در می آید، حال همچنین است. چیزی که در انسان بیاید و برود و همیشه در حال تداول باشد، همیشه در رفت آمد باشد، همیشه بیاید و دور بزند، این رو با توجه به محتوای کلمه حال می گوییم. حول هم که معنای سال است، از اون جهت به سال حول گفتن که هر سال تکرار می شود، تجدید می شود، دوباره می آید و می رود و این تجدید و رفتن آمدن مبتنی است بر رفت آمد ستارگان و سیارگان، رفت آمد زمین و آمدن و گردیدن زمین بر دور خورشید، که همین حالت حول را هم دارد. حالت یا حول یعنی چیزی که می آید و بر می گردد، دوباره از حالتی به حالت دیگر و دوباره بر می گردد به همان حال اول. حالت ده و حیرت ده، اینجا حیرت می خواهد مولانا. می فرماید به ما حالت بده و حیرت بده ای مبدع بی حالت. ما یک بدعه داریم، یک بدعه با عین، یک بدعه با همزه هست، یک بدعه با عین هست. اینها هر دو به معنای آغاز است، اما با همدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. بدعه که بعداً از آن به باب افتعال می‌برند و از آن ابتدا، مبتدی و بدایت این کلمات رو می‌سازند، به معنای آغاز است. هر نوع آغازی رو بدعه می‌گویند با همزه. با همزه اگر باشد بدعه یعنی آغاز کرد. منتها هر چیزی را که آغاز بکنیم آن را میتوانیم بگوییم و به بدا هم همین است که انسان از نوع چیز دیگری را آغاز کند. چیزی را که قبلا اتفاق افتاده است، قبلا وجود داشته است، دوباره به وجود بیاورد و دوباره آن را ابتدا کند. مثل شخصی که مثلا قبلا فرشی میبافته است، وقتی فرش را بافت و تمام شد دوباره شروع می کند به بافتن فرش دیگر و بافتن فرش دیگر. این رو بهش بدایت می گویند، یعنی ابتدا به چیزی که قبلا این ابتدا اتفاق افتاده است. این امر قبلا اتفاق افتاده و به وجود آمده است. در برابر آن بدعه با همزه با عین تفاوت ماهوی دارد. شما مستثل هستید که در زبان عربی این بسیار معمول است که کلماتی شبیه به هم می آیند و تنها با تفاوت یک کلمه، تفاوت یک حرف از حروف مبانی، معانی آن به طور کلی عوض می شود. مثلا مانند صد و صد که سین به معنای با سین باشد، صد معنای جلوگیری، صد مادی هست، و اگر با صاد باشد به معنای صد معنوی هست. یا موارد متعددی همچنان در وجود دارد در این موارد، از جمله این همین مسئله ابداع هست. بدعه با همزه یعنی آغاز کردن، ولی بدعه با عین همان آغاز کردن است. اما یک شرط مهم دارد، آن آغاز کردن و شروع کردن است که هرگز در اول آغازی نداشته است. چیزی را انسان شروع کند،
بیاغازد، بیافریند، در حالی که قبلا این سابقه نداشته است. این رو یا بدع و ابداع، شما اختراع هم ابداع میگویند، یعنی با این، یعنی اینکه چیزی را که قبلا کسی نتوانست بود بیافریند، کسی نتوانست بود به وجود بیاورد، این شخص به وجود آورده است. در مورد خداوند هم مبدع یکی از اسامی خداوند است، یکی از اسماء الله الحسنا هست و مبدع یعنی ابداع کننده، ابدع یبدع و ابداع و مبدع و مبدع اسم فاعل و اسم مفعول هست. مبدع معنای کسی است که ابداع می کند، آغاز می کند، ولی نه بر اساس آغازهای پیشین، این آغاز هیچ سابقه ای ندارد. و البته ما می دانیم که آغازی که سابقه ندارد بسیار سنگین تر است از آغازی که سابقه دارد. اگر دیگران راهی را رفته اند، اگر قبلا این راه رفته شده است، برای بار دوم و سوم به راحتی می توان این رو دوباره به وجود آورد. ولی اگر ابتداعا شروع می شود و هیچ سابقه ای وجود ندارد، این مفهوم ابداع هست، نوآوری هست و آفرینش نوین و آفرینش جدید است که هیچ سابقه ای نداشته. خداوند هم مبدع است، یعنی مبدع جهان است، چرا که جهان را آفرید بدون هیچ نسخه ای که قبلا باشد، بدون هیچ الگویی که قبلا به وجود آمده باشد، هیچ چیزی قبل از آن وجود نداشته است. و خداوند مبدع هست، یعنی می آفریند بدون اینکه هیچ سابقه ای وجود داشته باشد. قرآن به این مسئله توجه می کند و می فرماید که آیا ابداع سخت تر است یا ابداع با همزه سخت تر است، ابداع با این سخت تر است یا ابداع با همزه سخت تر است. بدیهی است که ابداع با این بسیار سخت تر است، دلیلش هم این است که قبلا سابقه ای ندارد. بنابراین قرآن وقتی که راجع به معاد سخن میگوید میفرماید که شما چرا تعجب میکنید وقتی خداوند این بشر رو و این جهان رو ابداع کرد با این، میتواند بعداً بلا فاصله به راحتی و به آسانی ابداع کند با همزه، میتواند چیزی را که قبلاً آفریده و هیچ سابقه خلقتی نداشته است رو دوباره بر اساس الگوی قبلی که آفریده است بیافرینه. و کما انشأکم اول مره، فرمود که خدا میتواند شما را دوباره بیافریند، کما انشأکم اول مره، همچنان که اولین بار ابداع فرمود و بدون هیچ سابقه ای و پیشینه ای شما را آفرید، اکنون که سابقه و پیشینه دارید این بسیار راحت تر است. یعنی معاد بسیار آسان تر است از مبدا و از آفرینش، چون آن بدون سابقه بوده است و این سابقه رو دارا است. خب می‌فرماید حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت. خب خداوند مبدع است، کسی است که وجودی است که همه چیز را بدون سابقه آفریده است و انسان‌ها نگاه کردند به آن ابداعات و از روی آنها چیزهایی رو ساختند. مثلا از روی مثلا سنجابکی که خداوند آفریده هلیکوپتر رو مثلا میگویند ساختند، از روی پرواز پرندگان هواپیما رو ساختند، از روی ماهی ها زیردریایی ها رو ساختند. همه اینها رو بر مبنای آن ابداعاتی که بوده است بشر هم دوباره ابداع کرده است. اما خداوند مبدع است و بی حالت است، هیچ حالتی ندارد، هیچ حالی بر او متصور نیست. حال عرض کردم به معنای
گشتن، گردیدن، دور زدن، دوباره به همان حال برگشتن. چرا در خداوند حال نیست؟ به خاطر اینکه در خداوند تغییری وجود نداره. چرا خداوند خشمگین نمی‌شود؟ عده‌ای می‌گویند خدا خشم گرفت، خدا خشمگین شد. اینها سخنان یاوه است، چرا که هر چیزی که نشان دهنده این باشد که تغییر در ذات حضرت اله اتفاق بیفتد، این البته صفات خداوند نیست. خداوند هرگز خشمگین نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ به خاطر اینکه خشم حالتی ثانویه هست، حالت هست و خداوند اصلا حال ندارد، حالت ندارد، چرا که مقتضای حال و حالت تغییر است و تغییر در ذات خداوند راه ندارد. هر چیزی که ما از آن تغییر، یا مثلا یا خدا خوشحال می شود اگر چنین، نه، خدا نه خوشحال می شود، نه عصبانی می شود، نه خشمگین می شود. همه این شدنها در مورد خداوند غلط هست و بیجا هست. خداوند مطلق است و وابسته به هیچ حالی و به هیچ نوعی و به هیچ صفت گذرایی نیست. اما خداوند خود حال ندارد، حالت ندارد، اما حالت ده است. خود حیرت ندارد ولی حیرت ده است. لیلی کن و مجنون کن ای صانع بی آلت. صانع اینجا باز اشاره به همون، صانع یعنی سازنده، صنعتگر. صانع بی آلت، هر صنعتگری آلتی دارد، وسیله‌ای دارد. شما وقتی می‌خواهید یک مصنوع را بسازید، یک امری را، یک چیز خاصی را بسازید، برایش باید دستگاه‌هایی باشد، ماشین‌هایی باشد، افزاری و آلاتی باید باشد که بتوانید با آنها بسازید. اما خداوند بدون صانع بی آلت است، بدون ابزار می سازد. درست است که نظر خود خداوند بر این است که همه چیز را بر مجرای عادی خود بگذراند. عبد الله و اگر امور ادلا به اسبابها، ها خداوند عبا می کند از این که، عبا دارد از این که امور را به غیر اسباب جاری کند. یعنی خداوند وقتی می خواهد باران را مثلا بفرستد، یک دفعه باران رو، قطرات آب رو بر سر ما خلق نمی کنه. یک نظام علی و معلولی، یک نظام سنت الهیه درست کرده است، ساخته است و این صنعت رو از آنجا آورده است و می آید. دریایی ساخته است، خورشیدی ساخته است، این خورشید بر دریا می تابد، آن ابرها به وجود می آیند، بخار آب تبدیل به ابر می شود و این ابرها را می باراند. هرگز مستقیما خداوند بدون اسباب و بدون علل و بدون توالی امور مادی عادی چیزی را نمی آفریند. اما اگر بخواهد هم بیافریند، می تواند بیافریند. و از این جهت است که میگه صانع بی آلت است. خب فرمود حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن. یعنی خداوند است که حالت می دهد، خداوند است که حیرت می دهد، خداوند است که لیلی می سازد و خداوند است که مجنون می سازد. می فرماید خداوند ما را لیلی کن و مجنون کن. چگونه انسان می تواند لیلی و مجنون باشد؟ لیلی مظهر معشوق است و مجنون مظهر عاشق است در عرفان اسلام. یعنی هم ما را عاشق کن، هم معشوق ما باش و هم لیلی باش و هم مجنون باش و ما را هم لیلی کن و هم مجنون کن. خب چگونه میتواند هم لیلی باشد هم مجنون باشد؟ چگونه میتواند کسی که بی حالت است این حالها را به وجود بیاورد؟ بحث مهمی که در این
اینجا وجود دارد بحث حیرت هست. ما در این نزدیک به 200 جلسه که تا کنون در این جلسات در جلسات غزلیات شهر غزلیات دیوان کبیر داشتیم گویا به بحث حیرت اشاره‌ای نکردیم. اینجا انشاءالله اگر فرصتی باشد می‌خواهم به بحث حیرت در دیدگاه عارفان و در دیدگاه عرفانی اشاره کنم. از نظر لغت می‌گویند که تحیر المکانو بالما، یعنی مکان از آب پر شد. تحیره یعنی پر شد، یعنی تحیر به معنای پر گشتن و پر شدن است. در زبان عربی ماء حائر میگویند. حائر یعنی آبی که در حیرت است. ماء حائر به گرداب گفته میشود، گردابی که دور خود میچرخد و هر لحظه به حالتی دیگر می آید و می رسد، به آن ماء حائر می گویند. یعنی حیرت سرگشتگی است و از خود بی خود شدن است و از خود بیرون رفتن است. از نظر معنای لغوی، از نظر اصطلاحی ابنس سراج می گوید که الحیرت و بدیهتون، حیرت یک بدیهه هست. بدیهه چیزیست که خود به خود به وجود می آید، بداهتی هست. ما چند چیز داریم، بعضی ها بدیهی هستن، بعضی ها غیر بدیهی هستن. بعضی چیزها خود به خود در ذهن ما منتقش و مرتسن می شوند، نیازی به اندیشیدن در مورد آن نیست. اما غیر بدیهی آنهاییست که نیاز به امعان نظر هست، انسان باید نسبت آنها بیندیشد، نسبت آنها تفکر و تعقل کند تا دریابد چیست. یک مسئله سخت ریاضی قابل تأمل و تفکر است و بدون تأمل و تفکر به جایی نمیرسیم. بلی امور بدیهی هم هستند، مثل اینکه من هستم، من وجود دارم. این بدون هیچ دلیلی میتوانم این رو ادراک بکنم که من وجود دارم. و این ادراک وجود، فیلسوفان گفتن که ادراک وجود از بدیهی ترین بدیهیات است. البته آن هم باز جای خدشه دارد. می فرماید الحیرت و بدیهتون ترد و علا قلوب العارفی، که به قلوب عارفان وارد می شود، رد می شود. از جانب خداوند این بدیهه وارد می شود، نه اینکه خودشان بیاندیشند. اگر خود بیاندیشند دیگر بدیهه نیست، بدیهی نیست. وقتی که اینا می اندیشند اند تأمل هم و حضور هم و تفکر هم، زمانی که اینا تأمل می کنند و تفکر می کنند و حضور دارند در محضر حضرت الهیت، در آنجا این لطیفه بدیهه بر آنها وارد می شود. اسمش را می گویم حیرت. چه می کند؟ و تحجب هم عن التأمل و الفکر، اینها رو محجوب می کند از تأمل و فکر. یعنی حیرت از دیدگاه عرفانی آن است که عاشق و عارف وقتی که دارد راجع به حضرت حق تعالی تأمل می کند، تفکر می کند، اندیشه می کند، آن وقت حالتی است، بدیهه است که می آید یک دفعه و او را از تأمل و تفکر باز می دارد. چون او هرچه می اندیشد، هرچه فکر می کند، راه به جایی نمی برند، هیچ ادراکی ندارد. و همین عجز و ناتوانی از ادراک حصولی معرفتی حقیقت است که این حالت رو دارند. این در حصول است. ممکن است که این حصول و عدم حصول از وجود حضور باشد. شما می دانید که فلاسفه علم رو به دو گونه تقسیم کردن. البته خدشه های فراوانی، ایرادات فراوانی به این تقسیم
وارد است که جایش اینجا نیست روزی از این گاه عرفا راجع به علم حصولی و حضوری سخن میگوییم انشاءالله. اما آنچه که اینجا به عنوان مقدمه ادراک حیرت لازم است این است که علم رو به دو گروه به دو قسم تقسیم کردن، علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری همان علم بدیهی است که عرض کردم، یعنی علمی است که در حاضر است، المعلوم حاضرون عند العالم. فلاسفه گفتند این معلوم در نزد عالم حاضر است، حضور دارد، نیازی به تأمل و تفکر نیست، نیازی به تعقل وجود ندارد، معلوم خود به خود در نزد عالم حاضر است، مانند بدیهیت وجود، مانند این که وجود من و موجود بودن من در نزد من حضور دارد، من میدانم که وجودم حاضر است در نزد من، من هستم، این همان حضور است. دیگری هم حصول است. حصول مثلا این است که انسان بگوید آیا بشر روح دارد یا ندارد، میرود و حاصل میکند آن علم رو. تمامی علومی که در جهان هست و علوم بشری که اینقدر وسعت دارد و عظمت دارد همه اینها علمهای حصولی هستند. بنابراین وقتی که شخص میخواهد در علم حصولی پیش برود حیرت می آید و اذن ادامه آن تفکر حصولی، تفکری که بیاید و چیزی برای او حاصل کند را به او نمیدهد. این ممکن است از بی تفکری باشد یا ممکن است از حضور حقیقی باشد، یعنی آن معلوم در نزد شخص حاضر باشد. وقتی حاضر باشد چه نیازی هست به این که ما آن را اثبات بکنیم؟ وقتی من میدانم که من هستم چه نیازی هست که بیایم و هستی من را، هستی خود را و وجود خیش را اثبات بکنم، حاصل بکنم؟ مثال دیگر فلاسفه برادر این مورد این است که میگوین تحصیل حاصل محال است، چیزی که حاصل شده است، چیزی که حاضر آمده است و آن را که قرار بود حصول یابد به دست بیاوریم در نزد او حاضر است، دیگر اینجا حصول مفهومی ندارد، حصول خود به خود از بین میرود. تحصیل حاصل محال است، گفتن که آنچه را که حاصل شده است این را دوباره نمیتوان به دست آورد. مزرعی را قبلا یک نفر رفته و گندم‌هایش را درو کرده است و آرد کرده است، اکنون این آرد حاضر است در نزد او، دیگر حصول مجدد ممکن نیست، دوباره نمیتوان رفت به همان مزرعی که قبلا درو شده است رو دوباره درو کرد. به این میگن تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل رو محال میدانند متکلمین و فلاسفه از نظر عقلی. همین است که وقتی که ادراک حسودی به جایی نرسید و انسان عاجز و ناتوان شد از ادراک حسودی، به دلیل ادراک حضوری، به دلیل اینکه حقیقت را میبیند، آن رو بهش میگن حیرت. کسی نشسته است برای کسی نامه مینویسد، کسی که بسیار دور است برای او دارد نامه مینویسد، ناگهان در باز میشود و همان کسی که آن غائبی که این شخص برای او داشت نامه مینوشت او خود حاضر میشود. اینجا این نامه به چه درد می‌خورد؟ چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ آن حاصل، آن محصول، آنچه که می‌خواستن به دست بیاید خود به خود حاصل شده است، حاضر شده است. چون حاضر است نیازی به حاصل شدن نیست، نیاز به حصول نیست. در مورد توحید این رو بیشتر مطرح کردن، گفتن که حیرت در توحید لازمه توحید است،
لازمه خداشناسی توحید حقیقی حیرت است. در فلسفه معرفت همراه با علم و ادراک است. معرفت و شناخت در فلسفه همراه با ادراک است، همراه با فهم است، همراه با تعقل و ادراک است. اما معرفت از دیدگاه عرفان بدون فهم است و بدون ادراک است، بلکه معرفت در عرفان به واسطه حیرت است. ابزار شناخت فلسفه فهم و ادراک است، تعقل است، تفکر است، اندیشیدن است. اما ابزار عرفان و معرفت عرفانی حیرت است، بدون تعقل، بدون تفکر. او میخواهد تعقل و تفکر را کناری بنهد و بدون همه این واسطه ها خدا را بیابد، خدا را بشناسد. جنید میفرماید نهایت راه عقل در توحید حیرت است. جنید میگوید که عقل تا جایی لازم است، تا کجا لازم است؟ این تعقل و تفکر و اندیشیدن تا جایی لازم است، تا کجا لازم است؟ تا جایی لازم است که او را به وجود حضرت اله واقف کند. آنگاه که میخواهد در هستی خداوند ادراک کند، تا آنجا عقل میتواند بیاید و برسد که بفهمد که خدا وجود دارد. اما بعد از آن عقل دیگر راه به جایی نمیبرند. کمیت عقل بسیار لنگ است. میخواهد چیستی الله را بشناسد، ماهیت خدا را بداند، بداند این خداوند کیست، چیست، چگونه هست. دیگر در اینجا عرفا گفتند از عقل نمیتوان بهره برد، چون عقل در آنجا راه ندارد. همچنان که البته عقل در وجود و کنه ذات الهیت هم حتما راهی ندارد. بنابراین شما اینقدر میفرمایید که معرفت از دیدگاه عرفا و فلاسفه چقدر با هم دیگر متفاوت است، اصلا ضد هم هستند. معرفت فلاسفه همراه با ادراک است. اصلا معرفت رو ما چه معنی میکنیم؟ معرفت رو اگر میگوییم شناخت، ادراک، در حالی که عرفا منظورشان از معرفت عدم ادراک است، معرفتی که با عدم ادراک به دست می آید، معرفتی که با عدم تعقل و تفکر و اندیشه به وجود می آید، معرفتی که راهش فقط حیرت است، راهش حائر بودن است، خدا را انسان ببیند، حضور یابد و متحیر باشد. گفتند پیغمبر فرمود، در آیه قرآن هم هست، در سوره مبارکه طه می فرماید رب زدنی علما. پیغمبر فرمود که رب، پروردگارا زدنی علما، زیاد کن برای من علم را. این خیلی بحث دارد، می توان چندین جلسه راجع به این سخن بسیار زیبا سخن گفت. یعنی اینکه خداوند علم من را زیاد کن. اما این زیاد شدن علم از چه جهت است؟ زیاد شدن علم در بادی امر است، در ابتدای کار است که می‌فرماید علمن. آن علم هم مشخص است که چی. بعد در حدیث دیگری، در حدیث نبوی می‌فرماید یا دلیل متحیرین زدنی تحیرن. بالاتر از آن می‌فرماید یا دلیل متحیرین، ای راه نمای متحیران، ای کسی که متحیران رو خودتو دلالت و راه نمایی میکنی به سوی خودت. زدنی تحیران، تحیر مرا زیاد کن. آن زدنی علمن در وجود حق است، این زدنی تحیران در چگونگی و هویت و صفات و اسما و حقیقت وجودی
حضرت حق متعالی است. بنابراین ابزار شناخت در اینجا فقط حیرت است. از نظر عرفان ابزار شناخت فقط حیرت است. معرفت با کنار گذاشتن عقل و اندیشه و تفکر به دست می آید در دیدگاه عرفان. و عقل تا جایی می تواند برود. اصلا ادهی گفتن که گویا منصوب به بایزید است که بایزید رسمه می فرماید که نهایت درجه عقل این است که انسان را به تحیر بکشاند. مهمترین دلالت عقل این است که انسان را به حیرت وادارد، او را به حیرت بکشاند. بزرگترین هنر عقل هم همین است. این عقلی که این همه طرفدار دارد، این همه تعظیم شده است و بزرگ داشته شده است، مهمترین و غایت قصوایش و مهمترین کاری که میتواند انجام بدهد و آن علت قاییش از نظر عرفا همین است که انسان رو به سوی حیرت رهنمون شود، بتواند انسان رو به سوی حیرت بکشاند. حیرت هم ناتوانی و عجز است از ادراک معروف، ادراک معرفتی. چون نمیتواند ادراک کند، بنابراین راهی که برمیگزیند حیرت است. غایت معرفت الله حیرت است و عارف‌ترین شخص متحیرترین آنها است. چه کسی میتواند بگوید که من در نهایت درجه عرفان الهی هستم، معرف به معرفت الله رسیده‌ام؟ کسی که در حیرت بالاترین درجه ها رو دارد، متحیرترین عارفترین است. ابو سعید امیرخیل میگوید شریعت و طریقت و حقیقت، حقیقت هر سه اینها، حقیقت شریعت و طریقت و حقیقت حیرت است. اگر حیرت نباشد اینها هیچ کدام هویت و واقعیتی ندارد. حال حیرت ممکن است دو گونه باشد، یک حیرتی که از روی جهل باشد و دیگر حیرتی که از روی علم باشد. آن حیرتی که عرفا میگویند حیرت علمی است نه حیرت جهلی. حیرتی است که از علم سرچشمه میگیرد، حیرتی است که از عقل سرچشمه میگیرد. نهایت درجه عقل میرسد به حیرت و حیرت ملازم است با عشق. وقتی که عقل به بالاترین درجه خود رسید، وقتی که عقل تماماً تمام شد، حیرت می آید و انسان رو به عشق می برد. آنجا که عقل تمام می شود، عشق آغاز می شود. و این واسطه تمامی عقل و آغاز عشق همان حیرت است. دو نوع حیرت گفتن، حیرت مذموم و حیرت محمود. حیرت مذموم یعنی حیرتی که مذمت شده است و ناپسند دانسته شده است. حیرت مذموم همان تصادم شکوک است، شکهایی که دارد. او شک میکنه آیا خدا هست یا نیست. این حیرت از نظر عرفا حیرت دارد در وجود خداوند، نه در ماهیت خداوند، نه در چیستی و چگونگی خداوند، در اصل وجود خداوند حیرت دارد. این رو عرفا گفتن این موجب کفر است، موجب شرک است. این تصادم شکوک، این شکهایی که انسان دارد، اینها می آید و صدمه می زند به هویت فکری انسان. و یا اینکه آن بیانات دلایلی که آورده است، بیانات عقلیه که آورده است، او راه به جای نمیبرد. این حیرت مذموم و ناپسند است. تعارض ادله این رو به وجود می آورد. اما حیرت محمود حاصل کثرت شهود است. یعنی وقتی که شهود بسیار فراوان شد، حیرت به دست می آید. آنقدر شهود الهیت، مشاهده جمال و جلال حضرت خداوندی،
سرمست شدن از شراب عشق ساقی ازل و ابد، آنقدر او را از خود بی خود می کند که این شهود او آنقدر کثرت می‌یابد که دیگر نمی‌داند چه کند، نمی‌فهمد، وارد حالت حیرت می‌شود. توالی تجلیات ربانی باعث می‌شود که این حیرت شخص همچنان ادامه بیابد. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، هر لحظه به شکلی می‌آید، هر لحظه به وضعی دیگر می‌آید. این تجلیات ربانیه آنقدر تداول و تداوم پیدا می کند که او به حیرت وادار می شود. وقتی این تجلیات به این نقطه نهایت بفهم، وقتی این تجلیات یکی بود، دو تا بود، وقتی این مشاهدات و شهود کم بود، اندک بود، اون حال پدید می آید. حال کی پدید می آید؟ مثلا یک حال خوشی انسان در عبودیت پیدا می کند. این حال از کجا پیدا می شود؟ از یک شهود، از دو شهود، از چند شهود این حال، از چند تجلی ربانیه شروع می شود این حال. اما وقتی این کثرت پیدا کرد، این شهود کثرت پیدا کرد و این تجلیات ربانیه توالی پیدا کرد، متوالیاً و پی در پی آمد، آنجا دیگر حال تبدیل مقام شد. وقتی حال تبدیل مقام شد، این مقام مقام حیرت هست، مقام بسیار عظیمی است. حیرت عرفانی در باره حق نیست، در حق است. در مورد حق او حیرت ندارد، میداند که حق هست. در مورد خدا و در باره خدا حیرت ندارد، میداند که خدا وجود دارد. اما در خدا هست، وقتی مشاهده کرده است، وقتی حضور دارد، وقتی در محضر خداوند است، این حائر است. حیرت فلسفی در وجود عدم است، میخواهد به واسطه عقل پیش برود. وقت یک فیلسوف هم حیرت دارد، اما حیرتش به واسطه عقل است. چون در عقل پیش میرود، متحیر میشود. مانند حیرت جناب خیام. خیام آن انسان بزرگ کسی است که حیرت دارد، اما در عقل و به واسطه عقل در حیرت است. حیرتش فلسفی است که از نظر عرفا به هیچ دردی نمی آید. کسی دیگری هست مانند عطار. عطار هم حیران است، در حیرت است، اما حیرتش در عقل نیست، حیرتش در فراتر از عقل و اندیشه است. وقتی در عقل به بالاترین قله های عقلانیت رسید، در آنجا میبیند که عقل دیگر پای رفتن ندارد. این معرفت به واسطه عقل حصول نمیابد و به سمت حضور میرود. میگوید وقتی که خدا حاضر است، من چه نیازی هست برام این همه دلایل عقلی بیاورم، دلایل نقلی بیاورم؟ وقتی او حاضر است، وقتی معشوق حاضر است، چه نیازی به نام نوشتن است؟ چه نیازی به وسائط است؟ چه نیازی به واسطه ها است؟ این عقل واسطه انسان است به سوی خدا. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمودند که عقل آن چیزی است که خداوند به واسطه آن عبودیت شود. و وقتی خدا رو حاضر و ناظر دید، دیگر آنجا آن عقل، حتی آن عقل بسیار عظیم و مهم، اهمیت خود رو از دست میدهد. حیرت فلسفی حاصل تعارض ادله است، اما حیرت عرفانی حاصل بی‌دلیلی است. گر دخان را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. مولانا این فرمود، این فلسفیت، فلسفی بیچاره، می رود از دود به آتش پی می برد، از جای پا به رونده پی می برد. می گوید او نمی داند، او راه را گم کرده است. سر بالا کن و خوش
خورشید را ببین، چگونه میتوانی از سایه به خورشید راه بجویی. مکاشفه عرفانی حاصل حیرت است. مکاشفات عرفانی وقتی به وجود میآید که حیرت باشد. یک عده که میفرمایند ما این همه تلاش میکنیم ولی مکاشفه ای نداریم. مکاشفه با عقل نمیشود، با تعقل و اندیشیدن که مکاشفه به دست میآید، با تفکر که مکاشفه به دست میآید، حتی مثلا با مراقبه های آنچنانی که مکاشفه به دست میآید. بایستی کلن از عقل فراتر رفت و به واسطه ابزار حیرت به این مکاشفات عرفانی دست یافت. گفتند حیرت نشانه قرب است. این که میگوییم قربتن الله، ما میخواهیم به خدا نزدیک شویم، این نزدیکی با عقل ممکن نیست. این نزدیکی قربتن الله با حیرت ممکن است. بدون حیرت راهی برای قربت الهی و نزدیک شدن به حضرت الهی نیست. بنابراین هر کس متحیرتر، او قریبتر است به خداوند، نزدیکتر است به خداوند. چه کسی به خداوند نزدیکتر است؟ کسی که حیرتش از همه بیشتر است. به خاطر همین است که پیغمبر می‌فرماید رب زدنی تحیرن، یا دلیل متحیرین زدنی تحیرن. علم را دادی، آن را زیاد کن. وقتی علم زیاد شد به منتها الیه خود رسید، آن وقت است که تحیر ایجاد می شود. بعد از خدا می خواهد که زدنی تحیرن. عشق هم از حیرت به دست می آید. ابن عربی معتقد است که عشق به واسطه حیرت است. ابن عربی معتقد است که دوستی وقتی به حد اعلای خود رسید، عشق به وجود می آید. و عشق وقتی به حد اعلای خود رسید، حیرت به وجود می آید. جایگاه حیرت ببینید در بین عرفا چقدر عظیم است. یعنی چه؟ یعنی اینکه اصلا نمی داند که عاشق است یا معشوق. این مقام حلاج که یک دفعه سر برآورده گفت انا الله انا الحق، یا بایزید گفت که سبحانی ما اعظم شأنی، اینها در مرتبه فرط عشق آمدن به مرتبه حیرت رسیدن. دیگر آنجا نمیدانم چه میگویم. دیگر با تعقل و تفکر اینها میانه ندارن. جناب عطار هم در راه سیر و سلوک در هفت شهر عشق، طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید رو تا مقام پنجم می شمارد. بعد از آن حیرت می دانم و بعد از آن فنا. یعنی اگر انسان می خواهد به فنا برسد، باید در حیرت باشد. یعنی از طلب، از عشق، از معرفت هم حیرت رو بالاتر می داند. منظور از حیرت در دیدگاه عرفا همین است. منظور از حیرت این است که بایستی بالاتر از معرفت باشد. و آن هفت شهر عشق را که جناب عطار فرمود، اینها ششمین شهرش حیرت است و هفتمین شهرش فنا است. فنایی که منجر به بقا می شود، فنا فلاحی که منجر به بقا بالله می شود. و اینجا جایگاه عظیم حیرت معین و مشخص می شود. ابوالحسن خرقانی می گوید که حیرت مانند، خیلی مثال زیبایی می زند، می گوید حیرت مانند مرغی است که از لانه خود بیرون می آید برای یافتن چینه. این رو جناب عطار در تذکرت الاولیا مطرح می کند. حیرت مانند مرغی است، به سان مرغی است که از لانه اش، از مأوایش برای یافتن چینه، یافتن دانه خارج می شود. دانه نمی یابد، چینه نمی یابد و راه لانه رو هم گم می کند. این یعنی حیرت. رفته است، از لانه خود بیرون می آید تا دانه پیدا کند. نه دانه پیدا می کند و نه راه
برگشته به لانه را میداند، بنابراین به لانه هم نمیرسد، گم میکنند. و به خاطر همین است که جناب عطار حیرت رو نبودن در نبودن و عدم ادراک در عدم ادراک معنی میکنند، یعنی چیزی که نمیداند هست یا نیست، حتی بود و نبود خود را هم نمیداند. در مورد مراتب حیرت، حیرت چهار مرتبه دارد، اینها را هم اشاره بکنیم، برگردیم کم کم به غزل ما که تا وقت مقدر تمام کنیم. مراتب حیرت یکی این است که سالک هم به حال توجه دارد، هم به وجود توجه دارد. این مقام اول حیرت است. مقام دوم حیرت این است که به حال توجه ندارد ولی به وجود توجه دارد. این رو بهش میگن دهشت. اگر دهشت از اصطلاحات عرفا هست، در صد میدان خواجه عبدالله انصاری هم یکی از میدان ها همین دهشت هست، یکی حیرت هست. بعد اگر نه حال به حال را بداند و نه وجود را بشناسد و هیچ کدام را نشناسد، می شود بهت و بهتت، دهشت و بهتت. یعنی اینکه او دیگر مفوت است، دیگر نه حال را می داند نه وجود را می داند، هیچ را نمی داند. آنگاه که حتی حیرت را هم نمی داند، در حیرت خود هم حیران است، ندانستن خود را هم نمیداند، عجز و ناتوانی خود را هم نمیداند و از حیرت هم عبور کرده است، به آن حیمان میگویند که بالاترین درجه حیرت است. حیمان و بعضی حیمان میخواندن، حیمان حالتی است که انسان انسان متغیر حیرت خود را هم فراموش می کنند و از همه اینها به دور می روند. مولانا فرمود حیرت آن مرغ است خاموشت کند، سر نهد بر دیگ و پرجوشت کند. حیرت مرغی است که تو را خاموش می کند. مولانا هم مثال دیگری می زند در مثنوی راجع به قصه ای که از حضرت رسول معنی میکنند. میگوید حضرت رسول آمدن گفتن که چگونه ما عبودیت کنیم؟ گفت حضرت رسول فرمود که چنان در مراقب کن با خداوند، چنان در محضر خداوند باش، چنان حاضر باش در حضور خداوند که وقتی نشسته باشی و مرغی وحشی آمده و بر سر تو نشسته، مرغ لطف الهی، مرغ حیرت آمده و بر سر تو نشسته است، چگونه حرکت باید بکنی که آن مرغ از سرت نپرد و پرواز نکند؟ آنگونه باید عبودیت کنی. یعنی عارف سالک چنان باید ساکن باشد حتی یک بند انگشتش هم تکان نخورد، حتی یک تار مویش هم حرکت نکنند. یک تار مویش حرکت کرد، این مرغ خواهد پرید. این تعبیر حضرت رسول صلوات الله علیه و مولانا میگوید همان است. حیرت همان کار را میکند. حیرت میآید انسان را ساکت میکند، از همه چیز او را میرهاند، دیگر میلی به سخن گفتن ندارد. در آن هم نهایت درجه حیرت است که حیمان است. ابن عربی میگوید رجال الحیره همان لذین نظر و فی هذه الدلایل. رجال الحیره کسانی هستند که در این دلایل نگاه کردند و استقصوها غایت الاستقصا و آن را به دست آوردند، تا نهایت دلایل رفتند، الا ان اداهم ذلک النظر الى العجز و الحیره، تا اینکه این دلایلی که آوردن به اندیشیدن و اندیشیدن، اینها آنها را به حیرت و عجز معدی می شود و
در جایی در فتوحات مکه می‌فرماید اهل الحیرت هم ارباب المعرفت حق، اهل حیرت همان ارباب صاحبان معرفت حقیقی هستند. و یک حیرتی رو معرفی می‌کند به نام حیرت محمدی، حیرت عالی، که منظور همان روایتی است که برایتان عرض کردم. عارف حق را در همه چیز می‌بیند، اول را در آخر، آخر را در اول می‌بیند، ظاهر را در باطن و باطن را در ظاهر می‌بیند و همه چیز را در چیز دیگری می‌بیند. این عارف بالله این همه تناقضات را که می‌بیند در حیرت واقع می‌شود. در فسوس و حکم می‌گوید فلحائر و لحب دور و حرکت دوریه و لدبوت فلا گبرامن. حائر همان کسی که در گرداب گرفتار آمده است می آید و در حرکت دوری می گردد، بین خود و خدا می گردد، می چرخد. این حرکت دوری موجب می شود که او همیشه گرفتار شود. انسان اگر یک حرکت دوری داشته باشد بعد از مدتی یک سرگیجه خاصی به او می رسد. می گه این حرکت دوری چیست؟ سیر بالله من الله الى الله است، به واسطه خداوند از خداوند می رود به الى الله، همان از اسفار اربعه آن سفر من الحق الى الحق بالحق فی الحق است. این همان دور است. دور یعنی چه؟ یعنی رسیده است به خداوند و در صفات و اسماء خداوند همچنان می چرخد و هرگز از این صفات و اسماء نمی تواند بیرون آید. حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن ای صانع بی آلت، صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون. حاجت های فراوان در لیلی و مجنون هست. فریاد کنان پیشت که ای مبدی بی حاجت، ای کسی که عطا می کنی حاجت ها رو عطا می کنی. حاجت یعنی خواسته، نیاز. میفرماید که ای خداوندی که عطا میکنی حاجت ها رو در حالی که خودت هیچ حاجتی نداری، همه چیز را ابداع میکنی در حالی که حالتی نداری، همه حال ها رو میدهی در حالی که خود حالی نداری. فریاد کنان پیشت که ای معطی بی حاجت، ای کسی که عطا میکنی در حالی حاجت نداری. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، مهر سلیمانی و انگشتر سلیمانی انگشتر حاجت است. مشهور است که او بر هر چیزی که مهر می نهاد اون حاجت روا می شده است. مهر سلیمانی است. سلیمان کیست؟ سلیمان کسی است که همه چیز به فرمان او بود و پادشاه قاهر مقتدر بود. رهن است به پیش تو از دست مده صحبت. این صحبت که راجع به صحبت سخن گفته ایم، بنابراین اینها رو توضیح نمی کنیم. این صحبت یعنی مصاحبت و همراهی و هم نشینی با خداوند رو از دست نده، چرا که مهر سلیمانی دست تو هست. این مهر سلیمانی چیست؟ همان حیرت هست. مهر سلیمانی که انسان رو راهنمون می کند و به ادراکات فراحسی، ادراکات متافیزیکی و ادراکات بسیار عظیمی می رساند، همین مهر سلیمانی و انگشتر پادشاهی حیرت است. بگذشت مه توبه آمد به جهان ماهی، کو بشکند و سوزد صد توبه به یک ساعت. ماه توبه آمد، ماه توبه گذشت و ماه دیگری آمد. خب گویا گفتن رجب ماه توبه است و شعبان که ما اکنون در ماه مبارک شعبان هستیم ماه اعطا است و ماه رمضان تکمیل همه این ماه است. می دانید که خداوند خاصیتی در این ماه ها قرار داده است. ماه رمضان رو که قرار داد قبل شعبان رو و قبلش رجب رو در نظر آورد. در رجب انسان به سوی خدا گفتن که توبه کند، به سوی خدا برگردد و رابطه اش رو با خداوند اصلاح کند. یک ماه
او استغاثه میکند از خدا چیزهایی را میخواهد. بعد در ماه شعبان خداوند آن نظرها را میدهد، آن چیزها را به او نشان میدهد. همان وقتی در آخر رجب به مقام حیرت رسید، در شعبان آنها را نشان میدهد، همان که خود حضرت رسول در خود مناجات شعبانیه فرمود که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خداوند نشان بده به من اشیاء را آنچنان که حقیقت دارن، آنچنان که وجود دارن. بنابراین این موضوع که شعبان رو با مهم بدانیم، مولانا در موارد بسیار متعددی از دیوان شمس از شعبان نام برده است، به نام این که بسیار ماه مبارک و عظیمی است. رؤیت ها در این ماه است. آنهایی که در عرفان نظری پیش می روند و می خواهند در عرفان عملی پیش رو باشند، این اشخاص بدانند که شعبان ماه نظر است، ماه حیرت است. به واسطه حیرت این شعبان تبدیل می شود به ماه نظر، ماه دیدن، ماه مکاشفات. این تکاثر مکاشفات و مشاهدات که الان عرض کردم، کثرت مشاهده، کثرت شهود و کثرت تجلیات ربانی باعث می شود، این توالی تجلیات ربانی که برام تأکید کردم، اینها باعث می شود این ماه شعبان ماه دیگرگون باشد، ماهی از نوع دیگر باشد. و نیمه شعبان هم که دقیقت ولادت حضرت حجت صلوات الله السلام علیه هست، بی مناسبت نیست با این رؤیت ها و با این عظمت ها و با این موارد. قطب عارفان و قطب الاقطاب تمامی عرفان، حضرتش در حقیقت در سالگردش ظهور ظاهری پیدا می کنند. اینها قبلا بودن اما ظهور ظاهری پیدا می کنند. بنابراین خیلی خوب است که به این ما توجه داشته باشیم و سعی کنیم اعمالی راجع عرفا راجع به شعبان گفتند رو انشاءالله عمل بکنیم و نتایج مشاهده و رویت رو حتما خواهیم دید. بگذشت مه توبه آمد به جهان ماهی، این ماه هم ماه شعبان میتوند باشد هم یک ماه دیگر، یعنی شعبان رو به یک ماه، به یک ماه رو تشبیه میکند. کو بشکند و سوزد صد توبه به یک ساعت. آن توبه هایی که در رجب کردید، اینها رو با یک رویت، با یک دیدن، با یک نگاه کردن، آن توبه ها رو میشکنند. گیج سری کم سر گیجیده نگردد، آن سر آن کس گیج است که از او گیج نشود، سری گیج است که گیج خداوند نباشد. به گول دلی کان دل یاوه نکند نیت، آن دل گول است احمق است که نیتش را دگرگون نکند. در این ماه عظیم نیت خوبش را نیاورد و از این ماه و از این مشاهدات این ماه استفاده نبرد. ما لنگ شدیم اینجا بربند در خانه، چرنده و پرنده لنگند در این حضرت. همین ها در مقام حیرت است. میبینید که مولانا این موارد که میگوید چندان، یعنی ما اگر مقام حیرت را ندانیم و نشناسیم، این سخنان خیلی با هم مرتبط و با هم دیگر دارای یک چفت و بست عقلانی نیستن. این مقام حیرت است. مولانا در اینجا این غزل رو در مقام حیرت بیان کرده است و هرچه که در اینجا گفته می شود سلسله ای از سلسله های حیرت است. اگر می خواهیم که حیرت رو در حالات متفاوت آن بشناسیم، این غزل راهنمای بسیار خوبی است. ما متأسفانه وقت نداریم که یکایک اینها رو بررسی کنیم. ما لعن شدیم اینجا ببند در خانه، میگه در خانه رو ببند. ما اینجا لعن شدیم، مانده ایم، لعن شدیم یعنی دیگر راه به جایی نمیبریم، نمیتوانیم جایی برویم. چرنده و پرنده لنگ اندریم حضرت.
در محضر خداوند در این حضرت الهیت چه چردنده چه پردنده همه لنگن و هیچ کس راه به جایی نمیبرد. تمامی آنچه که در این جهان هست همه هم هوشیارند از دیدگاه مولانا، همه جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها همه اینها گولند و لنگند در این راه حضرت و راه به جایی نمیبرند، همه در حیرتند. اصلا این همه کهکشان مولانا میگرد، چرا این کهکشان میگرد؟ چون در حیرت است، در وله است، در حیرانی است که میچرخد. چرا خورشید آرام و قرار ندارد همیشه میچرخد؟ چون حیران است. جمادات هم در حیران، در حیرت هم. چرا موجودات یک جا ساکن نمیشوند؟ چرا حیوانات همیشه در حال حرکت هم؟ چون حیران هم، نمیدانند چه کنند. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی. من چند دقیقه هم از حضورتان وقت بخوام که این رو تمام کنیم با عرض معذرت. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی. تو کلی هستی، هر دو کل و کلی این است که کل دارای جزء است ولی کلی دارای اجزایی است. کلی مانند کلی انسان از مفاهیم منطق است، مانند کلی انسان، کلی حیوان. یعنی ما می توانیم بگوییم این انسان است، آن حیوان است، کلی درخت، این کلی هایی که وجود دارد، همه اینها مفاهیم کلی هستند که در ذهن ما وجود دارند و قابل تجزیه نیستند. کلی انسان قابل تجزیه نیست، ولی کل انسان قابل تجزیه است. کلی و کل، کل قابل تجزیه است. یعنی اینکه کل دارای جزء است، اما کلی و جزئی قابل تفکیک و قابل جزئیت نیستند. می‌فرماید که ای عشق توی کلی، ای عشق تو کلی هستی، یک مفهوم کلی هستی، تو یک چیز هستی، هم تاجی و هم قلی. در این حال که یک چیز هستی، من چون در حیرتم، هم تاج هستی هم قل هستی، زنجیر هستی، هم قل هستی به گردن ما ای عشق و هم تاجی هستی بر سر ما، گاهی تاجی گاهی قلی، هم دعوت پیغمبر هم دهدهی امت. خیلی جالبه، هم دعوت پیغمبر است به حقیقت که همان تاج است و همان عشق است، هم دهدهی امت، هم اینکه امت دهدل شدن، دهدل دارن، نمیدانن با کدام دلشان به پیغمبر بگردن. با یک دلشان میگوید که به پیغمبر ایمان بیاورد، دل دیگر میگوید ایمان نیاورد، دل دیگر میگوید این گونه ایمان بیاورد، آن میگوید آن گونه ایمان نیاورد. همین این ده دلی، این تکثر و کثرت از شؤون مادیت است، وگرنه اگر چنین نبود اینها هم حل میشود. مولانا ابن عربی میگوید که نهایت حیرت این است که واحد را کثیر بداند و کثیر را واحد بداند، وحدت رو در این کثرت بشناسد و کثرت رو در این وحدت بداند. از نیست برآوردی ما را جگری تشنه، بر دوخته ای ما را بر چشمه این دولت. میگه از نیست برآوردی ما را، از نیستی همان ابداع دیگه، از نیستی به هستی آوردی، ما که نبودیم. از نیست برآوردی ما را جگری تشنه، از عدم ما را آوردی به هستی. بعد ما جگری داریم که تشنه است. تشنه جگری یعنی کسی که خیلی تشنه هست. تشنه چه هستیم؟ بر دوخته ای ما را بر چشمه این دولت. آوردی بر دولت خودت، بر حاکمیت عظیم خودت ما را بسته ای بر چشمه این دولت. خب خیلی خوبه دیگه، دولت تو هست که ما را از عدم آورده ای، در وجود آورده ای و ما به ما جگری تشنه داده ای و در دولت چشمه خود ما را دوخته ای. چشمه تو چیست؟ چشمه معرفت است، چشمه ادراک است، چشمه محبت است.
ما را چنان دیگر سوخته قرار داده ای که ما هر قدر که عاشق می شویم باز هم تشنه ایم، چون دیگر من تشنه است. انسان خودش تشنه باشد آب بخورد هر می شود، ولی یه زمانی از جگر می گوید جگر هم تشنه است. او هر چقدر آب بخورد با جگرش تشنه است. می گوید در ما یک طلبی ایجاد کردی، به قول عطار طلبی ایجاد کردی، عشقی ایجاد کردی، معرفتی ایجاد کردی که ما در عالم حیرت همواره هستیم و ما را به دولت حیرت خود بسته ای، بردوخته ای ما را بر چشمه این دولت. خارم ز تو گل گشته، من خاری داشتم که تو گلش کردی، اجزا همه کل گشته، جز کل شده، در حالی که جز نمیتواند کل شود، کل است که ممکن است به اجزا تقسیم شود. اینها همه از حیرت است، در عالم حیرت است، نمیداند چه میگوید. هم اول ما رحمت هم آخر ما رحمت، اول هم رحمت است آخر هم رحمت است. چرا؟ چون در مقام حیرت است، در مقام حیرت رحمانیت میرود و میآید. در خواب ببین گل را، بیرون همه کس بیند. میگه اگه گل را میخواهی ببینی، بیرون همه گل را میبینند. این گل از چه گل زیبایی است، خیلی سخن زیبایی است. شأن و شرف این است که در خار گل را ببینی، خار را ببینی بگویی این گل است. در درون یک خار گل را دیدن مهم است، در انسان بسیار بد نیکی ها را دیدن مهم است، وگرنه در انسان نیک همه نیکی ها را میبینند. در میان بدی ها خوبی ها را دیدن هنر است، وگرنه در میان خوبی ها که همه میبینن. در خواب ببین خود را، بیرون همه کس بیند، در جز ببین خود را، این باشد و اهلیت. اهلیت حیرت آن زمان هست، همچنان که رحمت حیرت، دولت حیرت و حتی امت حیرت که در بالا گفت، همه اینها مربوط است به حیرت. در جز ببین خود را، این باشد و اهلیت. آدم میتواند در کل جز را ببیند، یعنی یک چیزی جمع کردن 200 جز در آن هست. خب انسان وقتی آن کل را میبیند، آن تمامی آن 200 جز را میبیند، این که کاری ندارد. مانند این است که کل را ببینی، میگوید مهم مان است که جزی را ببینی و از این جز به کل پی ببری. این جز را ببینی، در جز کل را ببینی، در خواب کل را ببینی، در دانه درخت را ببینیم، آن غایت القصوای هر چیزی را درک کنیم. در غوره ببین می را، در نیست ببین شی را. این غوره، وقتی به غوره نگاه میکنی، هنوز انگور نشده است، هنوز کشمش نشده است، هنوز انسان میتواند به کشمش نگاه کند، به انگور نگاه کند و از آن تصور می داشته، ولی به غوره که نگاه می کند تصور سرکه می کند. خب می گوید تو بیا در غوره هم، این آلت تداول خاصی که در این هست و تکاملی که در این هست، در غوره ببین می را. قبل از این که این به وجود بیاید، در غوره می را ببین، یعنی از اول آخر را ببین، از اول انتها را ببین، از ابتدا انتهاها را ببین. به چه بسی نمیتوان از ابتدا انتها را دید؟ به واسطه حیرت، غیر از این راه دیگر نیست. در نیست ببین شی را، شی را در عدم ببین، وجود را در عدم ببین، وگرنه هر کسی وجود را بدیهتا میداند. ای یوسف در چه بین شاهنشهی ملکت، ای یوسف وقتی در چاه هستی ببین که در آینده شاه خواهی شد، پادشاهی خواهی کرد. ولی آیا یوسف در چاه این را میدید، میدانست که درست است در چاه هستم اما به پادشاهی خواهم رسید یا نه؟ این را ببین، یعنی که در این جهان، در چاه این جهان، به واسطه حیرت پادشاهی و رفتن در ملک آن جهانی را ببین. خاری که ندارد گل در سطر چمن ناید، خار که گل نداشته باشد به اول چمن نیاوردش. خار اگر هست باید گلی هم داشته باشد. انسان اگر خاری است، با گل حیرت میتواند خود را بیاراید، به مقامات برسد. خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید، در
اول به در بالای چمن نمی آید. خاکی ز کجا یابد بیروح سر و سدلت؟ یا خاکی ز کجا یابد بیروح سر و سدلت؟ یک خاک است، روح ندارد. این خاک تا چه می تواند سر داشته باشد، سبیل داشته باشد، دست داشته باشد، چشم داشته باشد، گوش داشته باشد؟ این باید روح داشته باشد، این خاک باید روح داشته باشد که بتواند چنین باشد، انسان عادی باشد. کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی. گویا در حال کف زنی و در حال سماع اینها رو گفته است مولانا. در حالت حیرت کف میزدن، میگوید کف میزن، کف بزنید، کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی. منشأ هر بانگ همین کف زدن است. چیست منشأ است؟ کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. این صدایی که از دو کف به دست می آید بدون فرقت و وصلت اتفاق نمی آید. یعنی چه؟ اگر دستهای ما وصل بودن به هم، در وصلت بودن به هم دیگر چسبیده بود، آیا صدایی می آمد؟ نه. اگر در فرقت بود جدا می شدن، آیا صدایی می آمد؟ هرگز صدایی نمیشون. این فرقت وقتی تبدیل وصلت میشود صدا در میاد. و این وصلت صدا کی خواهد آمد؟ این وصلت تبدیل به فرقت شد و فرقت تبدیل به وصلت شد، وصلت تبدیل به فرقت شد. این همان حالت حیرت هست که عرض کردم. یعنی جهان چنین است، جهان در فرقت و وصلت است، جهان در خوبی و بدی است، بین گل و خار است، بین خوبی و بدی است، بین زشتی و زیبایی است، بین همه چیز متداول است و متداوم است. خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد. خاموش هم که تخلص مولانا است. خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد. ادعی فقط تمام شاعران ما، من ندیدم شاعری که بگوید الحمدلله که بهار آمد و خار آمد. این دیده عرفانی است. همه شاعران ما، همه بزرگان وقتی بهار رو متن کردن گفتن که بهار الحمدلله که گل آمد. هیچ کدام نگفتن که بهار از آن جهت بهار است که خار آمده باشد. خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد. عارف چنین است، دیدگاه عارف چنین است. عارف آمدن خاک رو هم در بهار به فال نیکو میگیرد و زیبا میداند. از غیب برون جسته خوبان جهت دارد. از عالم غیب این پریان و پریدویان عالم قدس، این ماهرویان عالم امکان و این فرشتگان خداوند و این اولیای زیبای الهی در ماه شعبان آمدند. امام ما، صاحب زمان ما، اینها آمدند، از غیب برون جستند، از پرده غیب آمدند بیرون. خوبان جهت دعوت، جهتی که دعوت کنند ما را به همه نیکی ها و عشق ها و خوبی ها. انشاءالله که همه اهل حیرت باشیم، بتوانیم به حیرت برسیم و دعوت زیبایی خوبان رو که از قیب برون جسته اند رو انشاءالله بشنویم و اجابت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.